پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد و شما در این حال نظاره می کنید و ما به او نزدیکتریم از شما ولی نمی بینید مگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید پس او را بازگردانید اگر راست می گویید خداوند این گونه توصیف کرد حال یک میت را حال او در بستر مرگ و حال خانواده اطراف او که ما نزدیکتر از شما به او هستیم ولی نمی بینید. گفتن که رسول اکرم فرموده است که اگر مؤمنی زندگیش رو به قطع شدن در دنیا باشد و آخرت را پیش رو داشته باشد. زندگیش در این دنیا شاید در سن یک سالگی و دو سالگی، سه سالگی یا چهار سالگی و یا صد سالگی قطع شود. یا در اوج جوانی زندگیش قطع می شود یا در ضعف و پیری و پروردگار تو هر چه بخواهد خلق می کند و می ستاند. اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت مرگ فقط دروازه خواهد بود از اتاقی به اتاق دیگر که تو را از اتاق دنیا به اتاق آخرت خارج می کند تو را از مکانی موقتی انتقال می دهد به مکانی ابدی. پس اگر مؤمنی به هنگام قطع شدن زندگیش بود و آخرت را پیش رو داشت فرشتگان سپید روی بر او نازل خواهند شد با خود کفنی از بهشت و نیز تابوتی از بهشت میآورند. پس بالای سر او می نشینند و میگویند: ای روح پاک به راستی که روح پاکی بود برای اینکه صاحبش را به نماز و نیکی وامی داشت امرش می کرد. به چشموشی و پرهیز از لذتهای شهوانی چون مردم را میدید که گناه می کردن ولی این روح صاحبش را من می کرد. و قسم می خورن به نفس لوامه که به هنگام گناه کردن صاحبش را ملامت می کند. و به درستی که روح پاکی است و در جسم پاکی بوده این جسمی است که حرامی را لمس نمی کرد. زنا نمی کرد. حرام نمی نوشید و حرام نمی خورد و نمازش فراموش نمی شد. روح پاک جسمش پاک است. ملائکه دوستش دارند و از وجودش خوشحالند. گفت ای روح پاک در جسم پاکی بودی. پس خارج شو و به سمت مقفرت خداوند و بهشت رزوان بیا. مغفرت برای گناهایت و بهشت رزوان برای خوبی ها و امالت پیامبر اکرم فرمودند روح بماننده قطره است که از دهانه مشک آب سرازیر می شود و بمانند مشکی که قطره بیشتر در آن نمانده باشد پس اگر مشک را از سرش برعکس کنید آن قطره به آرامی به پایین جریان پیدا می کند پس روح پاک نیز از جسم پاک جاری می شود و به آرامی همان قطره ای است که از محفظه می چکد. و فرشته مرگ او را می برد و اگر روحش را ببرد چشمها روح را دنبال می کند. چشمانش باز می شود و به دنبال روح نگاه می کند. فرشتگان رحمت نمی گذارند. که روح به اندازه چشم بر هم زدنی در دستان ملک الموت بماند و فوراً وی را میبرند و در کفن بهشتی میپیچند و به آسمان ها میبرند برایش درهای آسمان را باز خواهند کرد و میپرسند او چه کسی است میگویند که این روح فلانی پسر فلانی است به نیکوترین نام هایی که در دنیا می شود نام برد نیکو ترین اسم که دوست داشت صدایش کنند آنجا به یاد می آورد و می گویند که این روح فلانی پسر فلانی و یا روح صالح فلانی یا نیکوتری نامی که در دنیا دوست داشت در آن دنیا صدایش میزنند پس می گویند این روح فلانی پسر فلانی که در دنیا به همان اسماع نیکو که دوست داشت صدایش میزنند و درهای بهشت برایش باز میشوند. ولی جسدش را حمل می کنند به مقبره ها. پس وقتی او را در قبر گذاشتند و بر رویش خاک ریختند آنگاه خداوند در مورد آن روح می گوید دفتر اعمال بنده را ببندید در کنار بزرگان قرار دهید از بهشت برایش پوشش بیاورید و او را به زمین بازگردانید از این زمین آنها را خلق کردم و در آن آنها را باز می و بار دیگر آنها را از آن بیرون می آورم. پس روح به جسدش باز می گردد به هنگامی که در قبر است. پس دو فرشته بالای سر او می آیند و از او می خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ رسول تو کیست؟ خداوند به مؤمن آرامشی عطا می کند. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت ثابت قدم می دارد و ستمکاران را گمراه می و خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد. خدای تو کیست؟ میگوید خدای من الله است. چگونه نداند وقتی عبادتش کرده و به نزد او رفته و برایش نماز خوانده و گریسته و دعا خوانده و صدق داده و از مالش نیز نفقه داده همه اینها برای تقرب به او بوده بعد او را نشناسد اگر محبت خداوند به صورت دائمی در قلبش نبود و ترس از خداوند تمام وجودش را پر نمی کرد این همه عبادت نمی کرد خدای من الله است میدانم الله است بله میدانم اسمهایش را صفاتش را میدانم زیرا برای هیچ کسی جز او عبادت نکردم میگوید خدای من الله است و دینم اسلام است و رسولم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است نبی من محمد است که در نماز و روزم به وی اقتدا می کردم کسی که من را امرو نه کرد و من اطاعتش کردم. امر کرد با دست راست غذا بخورم اطاعت کردم. در مسجد نماز خواندم زیرا او مرا امر کرده بود. چشم پوشی کردم از لذتهای شهوانی و پرهیز و اطاعت کردن را قبول کردم. و رسولم محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم است. فرشتگان میپرسند از کجا می دانی؟ چگونه این جواب ها را می دهی؟ علم تو از کجاست؟ پاسخ میدهد کتاب خدا را خواندم. من قرآن را خواندم و به فقه عالم شدم. پس قبرش را به وسعت نگاهش وسیع می کنند. پس مردی به سوی او می آید. در حالی که او در قبر است، مردی خوشبو و خوشهره به سمت او می آید. و می گوید بشارت می دهم به خوبی و نیکی که رضایت بخش است. متوفا از او میپرسد تو کیستی که از شهرت خوبی و روشنایی نمایان است جواب میدهد من اعمال نیک تو هستم من نماز تو هستم روزه تو هستم حج تو و صدقه دادن تو هستم من خوبی تو به والدینت هستم من همون چشم پوشی تو هستم من همان ذکر خدا گفتن تو من همان تلاوت آیات قرآن تو هستم من سلی رحم و اعمال نیک تو هستم تو مرا ساختی و روی مرا سفید و روشن کردی بله من اعمال نیک تو هستم پس مؤمن در این نعمت باقی خواهد ماند این دسته ای اول از مردم هستش در زندگیشان مراقب خداوند بودند و از هو هراس داشتند. همیشه تصور میکردند خداوند به آنهاست و آنها را میبیند و دعای آنها را میشنود اعمال آنها را ثبت میکند و بزرگی خداوند را در قلبشان حس کردند. حتی به هنگام مرگ و در قبر و در آخره که خیر ابدی در آنجاست. اما پیامبر اکرم فرمود پس شخص کافر یا فاسد به هنگام قطع شدن زندگیشان در این دنیا و پیش رو داشتن آخرت فرشتگان سیاه چهره بر آنها نازل می شوند. در فاصله دور می زیرا تحمل نزدیک شدن به او را ندارند. پس می گویند خارج شو ای روح بدزاد و جنس. که در جسد بدزاتی بودی و به درستی که آن روح بدزاتی است به این دلیل که تا خاص نماز بخواند و خاص نوشیدنی حلال بنوشد من اش کرد و حرام را نشان داد وقتی با ذکر خدا بیدار شد جلویش را گرفت این همان نفس اماره و همان نفس خبیس است پس خارج شو ای نفس بدزات که در جسم بدزاتی بودی جسمی که نتوانست با مردم دیگر در مسجدها ها نماز بخواند جسمی که از پایه و اساس با حرام و با غذا و مال حرام و شراب حرام ساخته شد جسمی که از فحشا و منکر پرهیز نمیکرد، این جسم خبیس روحش بدذات است و فرشتگان گفتند روحش را رو از جسدش خارج کنید و گفتند ملک الموت روحش را جدا خواهد کرد همانطوری که ریسه خیس را از داس به سختی جدا می کنند داس شمشیر خمیده ای است که دندانه های تیزی دارد و معمولا گیاهان را با آن قطع می کنند از دستش گرفته و گیاه را از ساقه قطع می کنند و حال اگر به دورش ریسمان پشمی چرخانده و خیسش کنیم پس با کشیدن داس آن ریسمان پشمی تکه تکه می شود و از هم جدا می گردد این گونه پیامبر شدت مرگ را توصیف می کند شدت مرگ و عذاب آن مرد نیز چنین است گفتند روحش را رو از جسدش خارج کنید. و ملک الموت به مانند همان ریسمان پشمی خیس که از داست جدا می شود روحش را می ستاند. همین که ملک الموت روح آن فرد را گرفت، دیگر فرشتگان نمی که آن روح در دستان ملک الموت به اندازه یک چشم بر هم زدن باقی بماند و او را در این آتش می اندازند و با خود به آسمان می برند. در آسمان باز نمی شود و از آنها میپرسد او کیست میگویند این روح فلانی پسر فلان است به قبیه ترین و زشترین اسمی که در دنیا وجود دارد او را می نامند همانطور که خداوند گفته است درهای آسمان به روی آنها باز نشود و به بهشت وارد نمی شود مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن در بیاید الله سبحان میفرماید روحش را به زمین بازگردانید و کتاب اعمال این مرده را در سجین بنویسید. روح به جسدش باز خواهد گشت. و به هنگام بازگشت روح به جسد، آنگاه دو فرشته نزد او می آیند که سه سوال از اون مرد خبیز بپرسند. آه 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 آه. پس از بازگشت روح به جسد، دو فرشته به او سر میزنند و او را توبیخ می کنند. با لطف و آرامی او را بیدار نمی کنند. با تشر به او میگویند بیدار شو و بیدار می شود. با عصبانیت از او میپرسند خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ پس می گوید ها ها نمی دانم. دین تو چیست؟ ها ها نمی پیامبر تو کیست؟ ها نمی دانم. پس میگوید نه و نه حتی زمانی که در دنیا بودی نه میدانستی و نه چیزی خواندی چگونه میخواهی بدانی تو نه قرآن خواندی و نه نماز به جا آوردی به والدینت نیکی نکردی عبادت خداوند را نکردی و ذکر خداوند را به جا نیاوردی و استغفار نکردی و به او نزدیک نشده ای با صالحین ننشستی کتابی نخوندی علمی نیز کسب نکردی و در نماز و خطبه جمعه شرکت نکردی چگونه میخواهی بدانی اصلا چگونه میخواهی دینت را بشناسی وقتی که هیچی نمیدانی طبیعی است نمی نمیدانی وقتی که در دنیا هیچ مطالعه ای نکردی خدا را عبادت نکردی و قرآن نخواندی نه ذکر خدا را گفتی و نه سنت و علمی آموختی پس به او گفته می شود نه میدانی و نه ای این حال تو بود در پایان مسیر این دنیا و این عاقبت توست این عاقبت توست وقتی نماز جمعه و خطبه را گوش نمیدادی نمیدانستی و نمیخواندی این عاقبت تو خواهد بود. وقتی از جایی عبور می کردی و قرآن در کنار تو بود اما توجه نمی کردی چون تماما مشغول بازی با موبایلی که در دستت بود بودی ندانستی و نخاندی و زمانی که مردم در مجالس ذکر و طلب مغفرت از خداوند شرکت می کردن، تو حضور نداشتی پس تو ندانستی و نخاندی گفت پس با یک که آهنین بر سرش می کوبند. و به خاک تبدیل می شود پس مردی به سمتش می آید با چهره خبیز و با بوی تفون با این تصویره ترسناک کنار او می آید او ترسیده و تنها در قبر است مرد از او می پرسد تو که هستی ای مرد؟ میگوید تو را به بدی و بدتر از آن بشارت می دهم. تو اکنون چیزی ندیده ای. این تازه اول راه است. تو را به بدتر از این ضربه چکش و مجازاتی بالاتر بشارت می دهم. متوفا می فرصد. تو کیستی؟ چهره تو سرشار از شر را بدی است. هر کسی که چهره تو را ببیند میداند که شری در کار است مشکلی در کار است عذابی در کار است سختی در راه است از چهره تو شر میبارد و آن مرد میگوید من همان اعمال زشت و بد تو هستم. یعنی من ترک نماز تو هستم. من نتیجه فحشای تو هستم. نوشیدن شراب تو و بدی تو به والدینت هستم. من همان مالی هستم که به ناحق از مردم خوردی و به آنها باز نگرداندی. من هیله و نیرنگی هستم که بر مردم روا داشتی. من قطع شدن سلی رحم تو هستم. من همان اختلاف تو بر سر ارث و اخلاق بد تو با برادران و خواهرانت هستم من دروغ تو بر مردم هستم من همان غیبتی هستم که پشت سر مردم گفته ای. من توانایی تو برای ضربه زدن و آزار رساندن به مردم هستم من نتیجه اعمال تو هستم این تو هستی که مرا ساخته ای اعمال تو دلیل سیاه چهرگی من هستش اگر اعمال تو صالح بود من به جای اینکه با چهره خبیس نزد تو بیایم با چهره سفید تر می آمدم. ولی این جزای کار توست تو در طول زندگیت اعمال خود را میسازی اعمالت را تجسم کن اگر بخواهی سفید می شود و گرنه سیاه می شود اگر بخواهی در قبر تو را به خوبی بشارت می دهم و اگر بخواهی به شر به او می گوید من اعمال بد تو هستم تعجب نکن که برای تو آمده من برای تو غریبه نیستم من فرزند تو هستم من اعمال بد تو هستم پیامبر اکرم فرمودند، پس قبر به او تنگ خواهد شد و درهای جهنم به رویش باز خواهد شد و جهنم برایش فرش می شود و مرده می گوید بار الله قیامت را برپا نکن برخلاف مؤمنی که درهای بهش به رویش باز می شود و می گوید خداوند قیامت را برپا کن که به خانواده هم و دارایی باز کردم